خط خبرها، توقف روند پذیرش افغانها در آلمان، گزارش خبرگزاری فرانسه از قوانین طالبان در مورد زنان مطلقه، خبرنگار وال استریت جورنال در روسیه بازداشت شد. سلام و درود. امروز جمعه 31 مارچ 2023 میلادی مصادف است به 11 حمل سال 1402 هجری شمسی. با من رازی اختری با سرویس خبرهای افغانستان جهان در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. آنالانا بیربوک وزیر خارجه آلمان کار بررسی پذیرش افغانها در سفارتهای آلمان در پاکستان و ایران را به دلیل نشانه های از تلاش به سوی استفاده احتمالی موقتا به تعلیق در آورد. حلقات دیپلماتیک در برلین شب گذشته گزارش دادند که کار بررسی تقاضاهای پذیرش افغانها در سفارتهای آلمان در پاکستان و ایران موقتا به تعلیق در آمده و این تعلیق فوراً اجرایی شده است. این منابع گفتن بعد از آن که در هفته‌های گذشته نشانه های انفرادی از تلاش های احتمالی سوی استفاده آشکار شد، وزارت امور خارجه و داخله آلمان مشترکاً روند کار روی پرونده ها را در سفارت آلمان در اسلام آباد تحت بازنگری قرار دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که گروه طالبان در مورد طلاق زنان به علت خشونت از طرف شوهران آزارگر را فسخ کرده اند و این زنان با خطر به برگشت شوهران سابقشان مواجه اند. شماری از این زنان مجبور شده اند از ترس بازگشت به شوهران خشونتگر سابقشان از مکان زندگی قبلی خود فرار کرده و طور پنهانی زندگی کنند. بر بنیاد این گزارش، با روی کار آمدن گروه طالبان، مقررات طلاق به نفع شوهران سابق این زنان تغییر کرده و به ویژه روابط نزدیک شماری از آنها با طالبان باعث نگرانی بیشتر این زنان شده است. شماری از دختران در خانه در یک گوشه از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور برنامه های آموزشی رادیو سرحد، رادیوی محلی خصوصی که روی موج FM فعالیت می کند را به دقت گوش می دهند. رادیو سرحد با آغاز سال تعلیمی جدید در یک هفته 3 برنامه آموزشی برای دختران مکتب و یک برنامه آموزشی برای دانشجویان دانشگاه راه اندازی کرده است. برنامه های آموزشی این رادیو در برگیرنده مضامین اجتماعی، ادبیات و ریاضی است. گروه طالبان در ولایت غور نیز از این اقدام رادیوی محلی استقبال کردند. برنامه جهانی غذا هشدار جدی داده است که اگر کمک های فوری برایش نرسد، در چند روز آینده امدادرسانی بشری از جمله مواد غذایی را برای 9 میلیون تن در افغانستان قطع خواهد کرد. این اداره در حساب کاربری تویتر شام گذشته نوشته است که به صورت فوری به 93 میلیون دلار نیاز دارد تا 13 میلیون تن را در افغانستان در ماه اپریل که یک روز به آغازش مانده تحت پوشش قرار دهد. در مجموعه برنامه جهانی غذا گفته است که در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد تا به نیازمندان در افغانستان کمک کند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر یک بیانیه گفته است که از بازداشت‌های خودسرانه فعالان جامعه مدنی به ویژه کسانی که علیه سیاست‌های تبعیض آمیز گروه طالبان در مورد حق آموزش زنان دختران اعتراض می‌کند، نگران است. این نهاد
خواهان آزادی فوری تمام کسانی شده که خودسرانه بازداشت شدند. این دفتر تأکید کرده است که هیچ کس نباید به خاطر دفاع از حقوق اساسی خود و دیگران بازداشت شوند. در بیانیه این دفتر که شب گذشته منتشر شده آمده است که بازداشت به عنوان مجازات به دلیل استفاده از حق آزادی، عقیده بیان بر اساس قوانین بین المللی خودسرانه است. بر اساس این بیانیه، تعداد قابل توجه از فعالان جامعه مدنی و کارکنان رسانه از اوایل سال 2023 بازداشت شدند. برغم بازگشت گروه طالبان و وقوع بحران انسانی بی سابقه در افغانستان، لوید آستن وزیر دفاع آمریکا به روز گذشته در کنگرس این کشور گفت که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پشیمان نیست. او افزود که در ارتباط به نحو خروج آشفته، نیروها هیچ یک از مقاماتش بازخواست و توبیخ نشده اند. لوید آستن و مارک میلی رئیس استاد مشترک نیروهای آمریکا بر روز چهارشنبه به مجلس نمایندگان آمریکا فرا خوانده شدند تا در مورد بودجه دفاعی سال آینده توضیح بدهند. دستگاه اطلاعاتی روسیه اعلام کرده است یک خبرنگار آمریکایی را که کارمند روزنامه وال استریت جورنال است به زن جاسوسی بازداشت کرده اند. ایوان گریشکویچ روزنامه نگار وال استریت جورنال در حوزه روسیه در هنگام بازداشت که در شهر یکاترینبورگ مشغول به کار بود. با اعلام این خبر وال استریت جورنال می گوید که برای امنیت این کارمند خود عمیقا نگران است. سرویس خدمات امنیتی فدرالی روسیه در اعلامیه ادعا کرده که ایوان گریشویچ بر اساس دستورالعمل ایالات متحده آمریکا در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد یکی از شرکت‌های مجموعه نظامی صنعتی محرم روسیه بود. مقامات اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که دو هلیکوپتر اردوی این کشور هنگام یک ماموریت آموزشی ناوقت روز چهارشنبه 29 مارچ در ایالات کانتکی تصادم کرده و تلفات نیز بر جا گذاشته است. پایگاه نظامی فورت کمبل واقع در ایالات کانتکی با نشر یک بیانیه گفته است که در این دو هلیکوپتر نو بلک هاک HH-60 فرقه 101 اردو بوده است که به ساعت 10 شب در یکی از منطقه کانتکی تصادم کردند. فرقه 101 تصادم این دو هلیکوپتر را تایید کرده و در حساب توییت نگاشته است که این صانعه منجر به تلفات شده است، اما مشخص نکرده که چند نفر مجروح یا کشته شدند. با نشر این خبر به پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من رازی اختری و اتفاق همکارانم از توجهتان تشکر میکنم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.